در واقع بسیجیان برادران ما هستند و این به نظر من یک نکته بسیار مهمی هست. من امروز هم دیدم که مقابل سازمان ملل گاهی با شعار مرگ بر بسیجی داده میشد. در صحبتی که خودم داشتم به نظرم رسید که باید به این بپردازم که نگوییم مرگ بر بسیجی، چون بسیجی هم از جمع ملت هست و باید بخواییم که بسیجی ها بپیوندن به مردم، همراه مردم باشن. تاکتیکی که در اوایل انقلاب به کار گرفته شد که می گفتیم برادر ارتشی، بنابراین من فکر میکنم که این هم یه نکته هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. اما ما باید چه کنیم؟ مسیر این که مردم چه باید بکنن یا رهبران در داخل چه باید بکنن رو من به دلیل اینکه در داخل ایران حضور ندارم، هزینه حرکت هم در داخل ایران پر هزینه است، شخصا دستم می‌لرزه و دچار لکنت زبان میشم که مثلا بخوام به مردمی که داخل ایران هستم بگم چه کنم. ترجیح میدم که بیشتر به این بپردازم که ما در اینجا عنوان ایرانیای خارج از کشور ما چه کار میتونیم بکنیم و ما چطوری میتونیم از مردمی که در داخل ایران هستن و رهبران اونها ما چطوری میتونیم حمایت بکنیم، که چند تا روش به ذهن من رسیده، مطمئنم به ذهن همه شما هم رسیده. خیلی برای من جالب بود که در این 3-4 سالی که من توی آمریکا زندگی میکنم این برای اولین باری که میبینم که همه ایرانی‌ها کار و زندگیشون تعطیل میکنن، هر روز یه جا تجمع میذارن، اعتراض میکنن در همه شهرها در اروپا و در آمریکا و اعلام همبستگی میکنن با مردم و همون شعار رو میدن. کاری که من به نظرم میرسه برای حمایت از مردم دو شکل داره. یکی تکیه روی اطلاع رسانی که در حال حاضر این شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی خود به خود داره انجام میگیره، اما اخبار هنوز درستی از داخل ایران نمیاد. این میکس و همینطور حتی سایت قلم به عنوان سایت آقای منصور به سایت رسمی آقای موسوی داریم میبینیم که این هم هک میشه و معلوم نیستش که این اطلاعاتی که در اون هم هست چقدرش هک شده است و چقدرش نیست. اما باید ببینیم که ظرفیت‌های ما برای اطلاع رسانی چی هست. و دومی نکته این هستش که به نظر من ایرانیایی که در خارج هست و ما باید فعال بشیم روی جامعه بین‌الملل کار بکنیم. طبق کنوانسیون های بین‌المللی که ایران بهش پیوسته، ایران متعهد به اجرای حقوق سیاسی هست که انتخابات آزاد یکی از اون حقوق سیاسی مردم هست، برگزاری راهپیمایی‌ها یکی از اون موارد هست، منع شکنجه یکی از اون موارد هست، منع خشونت یکی از اون موارد هست. اینا همه مواردیه که قانوناً طبق این کنوانسیون‌ها ایران موظف به اجرا هست و به نظر من ما از جامعه بین‌الملل دو چیز رو باید بخوایم. یکی این که فشار حقوق بشری بر ایران رو زیاد بکنه و بسیاری از رهبران جنبش اصلاح طلبی امروز در زندانند و این دستگیری فلهی صورت گرفته. فلهی واژه‌ای که حتما میدونید، یه زمانی در سالهای 2000 ما میگفتیم که توقیف فلهی 60 روزنامه در یک شهر و امروز حالا آقای مرتضوی به جای توقیف فلهی 60 روزنامه که 60 روزنامه دیگه باقی نمونده و آقای کروبی در بیانیش میگه که روزنامه خود منم هنوز سانسور میکنه، نمیتونه حرفای منو بزنه، امروز فلهی 60 افراد فعال رو دستگیر میکنن، در زندان میبرن که بعد از اینها بسیار وخیم هست که اصلا میدونید که آقای دکتر حجاریان که این کار ترور شدن و هنوز به جسم ایشون هم رحم نمی کنن، مجددا جزء بازداشت شده ها ایشون هست، یا آقای دکتر
یزدی رو از تخت بیمارستان میبرند به زندان، گرچه حال ایشون انقدر در اونجا بد شده که مجددا برگردوندن در بیمارستان. بنابراین این یکی از مهمترین خواسته هاست که در کل سازمان ملل بلافاصله باید نماینده ویژه خودش رو در امور حقوق بشر بفرسته و نه فقط به تهران، باید اینها امکان بازدید شهرهای دیگر رو هم داشته باشن. به نظر من این بسیار اساسی است. اگر که ما کمک بکنیم که فشارهای حقوق بشری در دولت ایران زیاد بشه، مردم یک خورده بتونن نفس بکشن، بقیهش خودشون بلدن، هر روز میان به خیابون. و نکته دوم این هستش که از دولت ها باید بخواییم که به رسمی دولت برآمده از این کودتای صندوق انتخابات رو به رسمیت نشناختن. و بعضی از دولت ها مثل روسیه هم که به رسمیت شناختن، ما باید واقعا اعتراضات خودمون رو نشون بدیم. به نظر من باز برمیاد که همین که گروه گروه بریم سفرهای اینها رو در سازمان ملل ببینیم و خواسته های خودمون رو مطرح بکنیم خیلی موثره. اگر بخواییم که بعضی از کشورها مثل کشورهای اروپایی که ایران هم تجارتهای بسیار بالا دارن، سفرهاشون رو از ایران فرا بخوانن، سفرهای ایران در اون کشورها مورد تذکر قرار بگیرن، به نظر من این بعضی از راههایی هست که ما میبینیم. یکی تاکید بر اون اطلاع رسانی دارن و دوم تقاضا از جامعه بین الملل این چیزی که به نظر من ما حتما آقای دکتر کریبر و آقای دکتر دواشی هم نقطه نظرات خاص خودشون رو دارن. من بیشتر ترجیح دادم که نگاه رو به آینده داشته باشیم، چون نسبت به گذشته کم و بیش همه ما می‌دونیم که چی بود گذشته و تحلیل رو هم برای فرصت دیگه بگذاریم. تو تشکر. که دیروز و امروز صرفاً اتفاق افتاده اشاره میکنم، چون گرد وقای ایران با سرعت داره پیش میره که اگر ساعتی به اینترنت مراجعه نکنیم از قافل عقب کنیم. بیانیه امروز بعد از ظهر مهندس میرحسین موسوی یکی از مهمترین سرفصل‌های جنبش سبز ملت ایران است که قاعدتاً همه رویا دیدن یا خواهند دید. الواقع این بیانیه پاسخ مهندس موسوی است به بیانات روز گذشته مقام محترم رهبری و خواهیم در تاریخ جمهوری اسلامی اولین بار هست که در درون نظام جمهوری اسلامی چنین انتقادهایی رد و بدل میشه و من این رو یکی از نکات بسیار مهم این جنبش سبز میدونم. جنبش سبز هر کاری نکرده باشه در پیشبرد گفتمان دموکراسی در ایران بسیار موفق بوده، در سطح توده ها، در سطح نخبگان و به ویژه در گفتگو با مقامات عالی کشور. برخی نکات رو مهندس موسوی بهش پرداخته، برخی نکات رو من میخوام امروز بهش اشاره کنم که در صحبت های مقام رهبری بود و من به نظرم میاد که میباید اینها پاسخ داده بشه. جناب آقای خامنه ای در صحبت بسیار مهم و تاریخشون در نماز جمعه تهران تأکید محوری بر مسئله قانونگرایی داشتن و فی‌الواقع میخواستن به شعار مهندس موسوی تمسک کنن و اون رو محکوم کنن به این بیان که شما که دم از قانون میزنید، قانون تکلیف شکایت از انتخابات رو معین کرده، میباید به داوری شورای محترم نگهبان تن بدهید و جز این اگر مسیری پذیرفته شود بدعت است و دیکتاتوری و من تسلیم آن نخواهم شد.